Thank <laughs> you. خیلی خوشحالم که با من همراه هستید همراه میشید در در واقع دوره مدیریت پروژه کاربردی و قرار هستش که مفاهیمی رو با هم دیگه تو حوزه مدیریت پروژه مرور کنیم به طور طبیعی اولین مبحثی رو که قرار هستش سراغش بریم توی مفاهیم پایه قرار هست ببینیم پروژه چیه مدیریت پروژه چی است و اساسا مدیر پروژه کیه و چه کارها و چه مسئولیت‌هایی برعهدهشه پس بریم با همدیگه، در واقع در مورد این مصادیق صحبت بکنیم اگر دنبال این هستید یا در حال آماده سازی یه محصول جدید هستید برای اینکه به بازار معرفیش کنید شما یه مدیر پروژه اید مدیر عامل شرکتتون ازتون میخواد که سیستم آنالوگ تلفن های شرکت رو به یک سیستم دیجیتال تبدیل کنید پس باز مدیر پروژه میتونید محسوب بشید به عنوان مدیر مربی تیم ورزشی بهتون مسئولیت داده میشه که پروژه تیمتون رو آماده کنید برای اینکه در یک مسابقه مهم بین المللی شرکت بکنه شما خودتون رو میتونید در جایگاه یک مدیر پروژه ببینید قرار هست یک سمینار یا همایش کنفرانسی رو برگزار کنید باز شما یک مدیر پروژه هستید از شما خواسته میشه یه سیستم نرم افزاری جدید رو تو شرکتتون را بندازید یا برای خودتون یا یکی از عزیزانتون یه جشن عروسی رو برنامه ریزی کنید و برگزار کنید یا ازتون خواسته میشه سیستم انبارداری شرکتتون رو بیاید اپگرید کنید و به یه سیستم کاملا مکانیزه تبدیلش کنید تو همه اینها شما خودتون رو میتونید در جایگاه یک مدیر پروژه ببینید چرا میتونید خودتون رو در جایگاه یک مدیر پروژه ببینید به خاطر اینکه پروژه بنا به تعریفی که ما تو تکستا میتونیم ازش سراغ داشته باشیم مجموعه از تلاش ها و فعالیت های یکتا و منحصر به فرد و موقتیه که با هدف دستیابی به یک خروجی یا مجموعه ای از خروجی های از پیش تعریف شده انجام میشه شما وقتی دارید جشن عروسی رو میگیرید ممکنه سالن عروسی رو تا حالا ده بار درش عروسی برگزار کرده باشید یا یه کنفرانس رو دارید 16 یا 17 همین دورش رو برگزار میکنید اما واقعیتش اینه که حتی اگر همه چی شبیه هم باشه ظرف زمانی و مکانی با همدیگه چیان چی هن؟ فرق میکنه پس اون یکتا بودن یا منحصر به فرد بودنه حداقل حد از بعد زمان ظرف زمانی یا ظرف مکانی اتفاق میفته اگر مسئول برگزاری یک جشن عروسی هستید عروس داماد در واقع توی دوره های زمانی مختلف با همدیگه چیه؟ متفاوت هستند. افراد مختلفی به عنوان عروس و داماد و به عنوان آن شما که خانواده عروس و داماد هستند در واقع مخاطب شما هستند یا مشتری شما هستند به شما مراجعه میکنن پس یه سری ویژگی ها یه سری جنبه ها هستش که علاوه بر ظرف زمان و مکان تابع افرادی که ما باهاشون سر و کار داریم و باز نکته دیگری که وجود داره در دوره های زمانی مختلف علاوه بر اینکه ظرف زمان و مکان فرق میکنه و عوض میشه ما با یه چیز دیگه هم مواجه هستیم اونم تکنولوژی های جدیدیه که در اختیارمون قرار میگیره پس ما اصولا وقتی که داریم در مورد پروژه صحبت میکنیم موقتی بودن و یکتا و منحصر به فرد بودن ویژگی هاشه هر مجموعه تلاشی هر مجموعه کاری رو که باهاش سر و کار داشتید که این ویژگی یکتای موقتی بودن یک و موقتی بودن رو واجدش هست رو شما میتونید چی قلمداد کنید میتونید پروژه قلم داد کنید خب نمونه ای از پروژه ها رو علاوه بر چیزهایی که من عرض کردم میتونید توی اسلاید و توی این تصویر ملاحظه بفرمایید المپیک 2020 ما البته قبل از المپیک 2020 داریم این ویدیوها رو ضبط میکنیم طبیعتا دوستان ممکنه بعد از المپیک 2020 ویدیو رو ببینن الان میتونیم بگیم در یک ظرف زمانی و مکانی مشخص برگزار خواهد شد اما یه روزی شما میتونید این برداشت رو داشته باشید که برگزار شده است این خیلی فرقی نمیکنه راه شاهی در حدود 2400 سال پیش تو ایران راهی موسوم به راه شاهی ساخته شد که اکثر مناطق مهم ایران رو به همدیگه متصل میکرد صد هوور صد بزرگی که سالهای سال بزرگترین صد دنیا بود و برای احداثش در دهه 1930 یه شهر با گنجایش هزار... هزار نفر اومدن چیکار کردن احداث کردن سی و میشناسیمش اکثر ماها ازش بازدید کردیم ازش خاطره داریم و در یک ظرف زمانی و مکانی مشخص ساخته شده با مختصات خاص خودش با تکنولوژی خاص خودش در اون دوره زمانی یا جشن تولدی که برای خودمون یا عزیزانمون برگزار میکنیم هر ساله داره تکرار میشه در زمانهای مختلف با میهمانهای مختلف با سلائق مختلفی که طی سالها هم در خودمون تغییر کرده و هم در جامعه و کارتونها یا کارتون یا انیمیشن های والت دیسنی که ما هممون از در دوره کودکی احتمالا باهاش خاطره داشتیم تمام ویژگی های یک پروژه رو در واقع چیه؟ داره ازش برخوردار هستش و ما میتونیم یک پروژه قلم دادش کنیم با این تفاصیر و با این توضیحاتی که عرض کردم پروژه های ما میتونه کوچیک باشه مثل یه جشن تولد میتونه بزرگ باشه مثل یک ساختمان چند ده طبقه و میتونه بسیار بزرگ باشه مثل فرض کنید پروژه های مترو و قطار شهری که ما تو کلان شهرامون داریم و احتمالا هممون ازش استفاده کردیم یا میکنیم میتونه شامل تعداد افراد کمی باشه یا تعداد افراد بسیار زیادی درگیرش باشن صد و رو من مثال زدم تعداد افرادی که درگیرش بودن نیاز داشته که یک شهر با گنجایش و ظرفیت سی هزار نفره براش احداث بشه وقتی داریم در مورد یه جشن تولد صحبت میکنیم احتمالا دو سه نفر درگیر اون جشن تولد هستن وقتی داریم در مورد پروژه طراحی معماری یک ساختمان چهار پنی طبقه صحبت میکنیم باز هم احتمالا تعداد افراد خیلی تعداد افراد زیادی نیست که درگیرشن ممکنه در قالب یک قرارداد رسمی به ما ارجاع شده باشه به عنوان این شرکت پیمانکاری از ما خواسته باشن چیکار کنیم یه صدی رو براشون بسازیم برای یه کارفرمایی برای یه مشتری بسازیم ممکن هست در قالب یک توافق غیر رسمی دوستی از ما بخواهد که در برگزاری یک کنفرانس یا همایش چیکار کنیم بهش کمک بکنیم و با همین روی کرد میتواند در چارچوب یک سازمان رسمی پروژه ما اجرا بشه میتونه خارج از چارچوب سازمان های رسمی و در قالب سازمان های غیر رسمی اجرا بشه میتونه مربوط به کسب و کارمون باشه میتونه مربوط به چی باشه امور شخصی و فردی ما باشه میتونه جنبه های سخت افساری پررنگی داشته باشه میتونه جنبه های نرم افساریش جنبه های جدی باشه با این تفاصیل اگر بخوایم یک دو سه چهار ویژگی های پروژه رو در موردش صحبت بکنیم شاید این ویژگی ها ویژگی های بدی نباشه که در موردش با هم دیگه گپ بزنیم پروژه خروجی مشخص و از پیش تعریف شده دارن ما یه کار تصادفی انجام نمیدیم که تهش یه نتیجه حاصل بشه بگیم اوه چه نتیجه خوبی حاصل شد چه کار خوبی انجام دادیم از مجموعه از فعالیت های متفاوت تشکیل شدن فرض ما بر اینه که در حالت ایدئال هر فعالیت توسط اکسپرت و فرد خبره و ماهر تو اون حوزه اجرا میشه معمولا پروژه ها مستقلند هدف زمان و در مواردی منابع مستقل از هم دارن چرا میگیم هدف و زمانشون قطعا مستقله اما در مواردی منابعشون با هم دیگه در واقع میتونه مستقل از هم باشه یا در مواردی با هم دیگه شیر هست و از موارد منابع اشتراکی استفاده میکنن هدف پروژه که ما داریم در یک سازمان برگزارش میکنیم ممکنه تهیه یه دوره الکترونیکی باشه یه دوره ایلرنینگ رو میخوایم برگزار بکنیم هدف مشخصه دوره مدیریت پروژه کاربردی زمان مشخصه در یک دوره زمانی مشخص داریم انجام می... این کار رو انجام میدیم اما امکاناتی که استفاده میکنیم استدیوی ضبطمون کسانی که به ما کمک میکنن در امر فیلم برداری، صدا برداری، تدوین و و و نظایر اینها اینها ممکنه از منابع شعر و اشتراکی سازمان باشند. حالا شما به عنوان مدیر پروژه یک هدف و زمان مستقلی رو باید محقق کنید با فرض بر اینکه شرکایی در استفاده از منابع انجام اون کار دارید چند تخصصی بودن رو میذارم آخر کار معمولا پروژه ها منجر به تحول از یه وضع موجودی به یک وضع مطلوبی میشن اگر میخوایم یک صدی رو احداث بکنیم یک وضع موجودی داریم یه رودخونه طبیعیه وضع مطلوب ما اینه که امکان این رو داشته باشیم که آب رو نگهداری کنیم آب بیهنگام رو به نوعی تبدیل کنیم به آب بهنگام در مواقعی که نیاز داریم ازش استفاده بکنیم پس یک تغییری یک تحولی در چی وضع موجودمون اتفاق میفته و به واسطه موقتی بودنشون تاریخ های شروع و خاتمه چی دارن مشخصی دارن پروژه ها نکته بسیار مهم در مورد پروژه ها که باید حتما بهش توجه کنیم و حواسمون بهش باشه این هستش که پروژه چند تخصصیه ما کارهایی رو داریم که مستقل از هم انجام میشن می اما چند تخصصی نیستن وقتی داریم در مورد یه صد صحبت میکنیم حتی در, در مورد برگزاری یک جشن عروسی یا یک کنفرانس یا یک ارزم به خدمت شما همایش داریم صحبت می کنیم افرادی با تخصص های مختلف با توانمندی ها و دانش مختلف به ما کمک خواهند کرد و اتفاقا چون ما به عنوان مدیر پروژه دانش تجربه و مهارت اونها را ازش برخوردار نیستیم مجبوریم اونها رو به خدمت بگیریم به خدمت بگیریم در جهت اهداف پروژه و اتفاقا کار سخت اینجا اتفاق میفته چون تعاملات اینها اینترفیس بین این تخصص های مختلف اینترکشنی که این تخصص های مختلف دارن چیه مدیریت کردنش کار سخت و دشواری خواهد بود اینکه شما فرض بفرمایید صدا بردارتون و تصویر بردارتون رو با همدیگه چیکار کنید هماهنگ کنید توی یک در واقع پروژه برگزاری کنفرانس شما یه سیستم در واقع پذیرایی دارید یه مجری دارید که داره برنامه رو اداره میکنه و مجریگری میکنه یه تعدادم سخنران دارید اگر سخنران های شما تاخیر داشته باشند مجری در ارائه مطالبشون یا مطالبشون رو بیشتر طول بدن مجری شما تذکر رو به موقع رو نده پذیراییتون یا سرد میشه یا از دهن میفته یا برعکسش اگر خیلی همه چیز سریع و آن تایم در سالن اتفاق بیفته اما تیم پذیرایی کنندهتون آماده پذیرایی نباشه مدعوینتون زودتر بیان بیرون چه اتفاقی میفته یه عده در واقع میهمانی رو دارید که اومدن برای پذیرایی شدن برای بریک همایشتون ولی کسی نیست که ازشون پذیرایی کنه این اینترفیس زمانهای رسیدن این تخصصهای مختلف به هم دیگه کارهای مختلف به هم دیگه چیه؟ کار رو پیچیده میکنه و اتفاقا چون مدیر پروژه ضرورتا تخصص هیچ کدوم از این در واقع تخصص های زیر مجموعه پروژهش رو نداره باید به گونه ای مسلح به ابزاری باشد که بتونه اینا رو با همدیگه هارمونایز کنه اینا رو با همدیگه هماهنگ کنه اینا رو با همدیگه یک پارچه و سازگار کنه و این مدیریت و پروژه رو به یک کار پولچالش در عین حال یک کار جذاب میاد چیکار میکنه به یک کار جذاب میاد تبدیلش میکنه یادتونه گفتیم پروژه ها ممکنه چی باشن؟ ممکنه در واقع در منابع با همدیگه اشتراک داشته باشن علاوه بر اشتراک در منابع گاهی وقتا پروژه های ما زیرمجموعه مجموعه سبد پروژه های یک سازمان انجام میشن و یک اشتراکشون تعلق داشتن به اون سازمانه و بعضی وقتا زیر از یه پروگرام یا یه طرح بزرگتر هستن یه تعریف از طرح بهتون بدم مجموعه پروژه هایی که تو خروجی با همدیگه اشتراکاتی دارند و تحقق منافعشون ایجاب میکنه که ما اونها رو با همدیگه مدیریت بکنیم یکم پیچیده شد یه مثال میزنم یه صد قراره بسازیم یه نیروگاه داره یه خط انتقالی داره که نیروگاه و صد ما یه فاصله ای از همدیگه دارن یه تونل انتقال یا یه خط انتقال داریم که باید نیروگاه و صد رو به همدیگه متصل بکنه و آب رو از صد چیکار کنه منتقل کنه به نیروگاه صد یه پروژه است خط انتقال یا تونل انتقالش یه پروژه دیگه است نیروگاه یه پروژه سومه یه پروژه چهارم هم داریم که از نیروگاه خط رو باید برق رو منتقل کنه به چی به شبکه سراسری برق بر. پس چهار تا پروژه داریم فرض کنیم صد رو ساختیم نیروگاه رو ساختیم هنوز کانال انتقال آب رو کانال انتقال رو نساختیم چه اتفاقی میفته منافع نیروگاه و صدمون محقق نمی شود چون وقتی منافع پروژه نیروگاه محقق میشه که آب بهش برسه توربیناش به شرخ برق تولید کنه صد رو ساختیم تونل رو ساختیم نیروگاه هم ساختیم اما خط انتقالی که برق رو قرار منتقل کنه به شبکه و اتصال بین نیروگاه و شبکه رو ایجاد بکنه اون رو سراغش نرفتیم بعضی وقتا پروژه های ما ظاهر مستقلی دارن اما چون در منافع یا در خروجی ها اشتراکاتی دارن ما باید به مدیریت این اشتراکات چیکار کنیم توجه کنیم و حواسمون بهش باشه پروژه ها در به واسطه ماهیت مستقل بودنشون و آنچه که در تعریف هم دیدیم چارچوب ببخشید به واسطه ماهیت موقتی بودنشون و آنچه که در تعریف هم دیدیم یه چارچوب زمانی مشخص دارن منجر به اهداف و خروجی های چیه؟ مشخصی هم قراره بشوند حالا با این دیدگاه دلایل مختلفی وجود داره که تو سازمان ما یک پروژه بیاد چی بشه تعریف بشه یا در کشورمون یا خود ما به صورت شخصی بیایم پروژه رو تعریف بکنیم گاهی وقتا چشم اندازه ملیه افق ایران 1404 برنامه های پنج ساله اول دوم سوم چهارم پنجم ششم بودجه های سالانه اینها گاهی وقتا ایجاب میکنه پروژههایی چی بشن تعریف بشن و اج، اجرا بشن گاهی وقتا نیازهای زیرساختی ما رو به سمت این میبره که بیایم چیکار کنیم بیایم پروژه ای رو تعریف کنیم اجرا بکنیم دو خطه کردن راهن فلانجا به فلانجا زیرساخت حمل و نقل رو باید ایجاد کنیم احتاس راه احتاس سطح ها خطوط انتقال برقمون هم از جنس ایجاد ساختارها هستند به نوعی گاهی وقتا بازار از ما میخواد یه محصول جدیدی رو بازار میخواد ما عرضه کنیم ساختمان هایی با متراژ کوچک برای سکونت مردم یک اپلیکیشن جدید موبایلی یک وبسایت تعاملی جدید اینها میتونه چی باشه اینها میتونه تقاضاهایی باشه که بازار از ما داره و ما رو به سمت این میبره که چیکار کنیم بیایم یه پروژه رو تعریف کنیم استراتژی های سازمانی گاهی وقتا ایجاب میکنه پروژه رو تعریف کنیم مثلا فرض بفرمایید منجر به تغییر ساختار یا تغ... پروژه برای تغ... اصلاحاتی در ساختار سازمانیمون بشه گاهی وقتا الزامات قانونی ما رو به سمت این میبره چیکار کنیم پروژه رو تعریف کنیم مثلا فرض بکنید یک آ... ارزم به خدمت شما کاری رو داریم انجام میدیم یه،, پارکی رو داریم اداره میکنیم به عنوان بهره بردارش یه چیزی شبیه یک پرتگاه داره یا یه دریاچه ای داره این پرتگاه یا این دریاچه پتانسیل این رو داره که یه کسی ازش بیفته پایین یا یه بچه کودکی خدای نکرده درش غرق بشه قانونا ما به عنوان بهره بردار باید چیکار کنیم باید حفاظهایی رو ایجاد بکنیم به دلیل الزامات قانونی برای اینکه چیه برای اینکه تلفات احتمالی رو مینیمایز پیشرفت پیشرفت‌های فناوری گاهی وقت ما رو مجبور میکنه پروژه تعریف کنیم یه خط تولیدی داریم خط تولید در واقع تکنولوژی عوض شده فناوری های جدید اومده میتونه خط تولیدی با انرژی بری کمتر با قابلیت تولید بیشتر با بهرهوری بیشتر جایگزین بشه با خط تولید فعلیمون پس میریم پروژه رو برای جایگزینی خط تولید چیکار میکنیم تعریف میکنیم گاهی وقتا مشخصا یه مشتری میاد سراغ ما یه کسی میاد سراغ ما میگه من این خونه آبا اجدادیمو میخوام بکوبم بسازم جاش آپارتمانم نمیخوام بسازم یه خونه ویلایی خوشگل جاش میخوام بسازم لطفا بیاید برای من این کار رو انجام بدید یا برای من یه نرم افزاری دیولوب کنید که کار حسابداری سازمان من و مدیریت مالی سازمان من رو مکانیزه کنه اینها درخواست های مشتری میتونه موضوعیت داشته باشه گاهی وقتا سازمانمون در واقع چیه نیاز داره یه کاری رو انجام بدیم گاهی وقتا یک نیاز اجتماعی ما رو به سمت یک ارزم به خدمت شما پروژه و گاهی وقتا آثار زیست محیطی یه کارخونه هستیم که مثلا یه دودکشی داره یا یک در واقع پساب خروجی داره از ما میخوان که آنچه که در واقع گازهایی که رها میشه از دودکش سطح آلاینده هاش مثلا فرض کنید ذرات معلق کمتر از ده میکرون یا دونیم میکرونش از یه حدی کمتر باشه این رو به ما الزام میکنه الزامات زیست محیطی یا آلودگی هایی که در آب خروجی در پساب خروجی داره از ما میخوان از یه حدی کمتر باشه ما رو به عنوان مالک اون کارخونه چیکار میکنه مکلف میکنه که بریم و چیکار کنیم پروژه ای رو تعریف کنیم برای کاهش آلاینده هامون حالا چه در پساب چه در گازهای خروجی با همدیگه پروژه رو شناختیم تو ویدیو بعدی در ادامه همین قسمت چیکار میکنیم انشالله در مورد اینکه مدیر پروژه کیه مدیریت پروژه چی هست با همدیگه صحبت خواهیم کرد با من همراه باشید در قسمت بعدی و در ویدیوهای بعدی به